سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. من کامبیس هستم و توی این ویدیو قراره که یه گوشی از سری محبوب ردمی یعنی ردمی نوت 10S رو با همدیگه نقد و بررسی کنیم. اگر میخواید بدونید که این گوشی در بخش‌های مختلف چه عملکردی از خودش نشون میده و آیا ارزش خرید دارد یا نه، پیشنهاد میکنم ادامه این ویدیو حتما تا آخر تماشا کنید. راستی سابسکرایب کانال و لایک ویدیو فراموش نشه. بریم سراغ ادامه ویدیو. ابتدا از طراحی و ظاهر دستگاه شروع می‌کنیم. قاب پشتی و فریم ردمی نوت 10S از پلاستیک ساخته شده و توسط گوریلا گلاس 5 هم محافظت میشه. این گوشی گواهی IP53 هم داره که باعث میشه ضد قطرات ریزش آب و گرد و غبار باشه. وزن گوشی هم 178 گرمه که وزن نسبتا خوب و سبکی محسوب میشه. و در مورد طراحی این گوشی میتونم بهتون بگم که اتفاق خاصی نیفتاده و مانند تمامی گوشی‌هایی که در این بازه قیمتی وجود دارن، طراحی و کیفیت ساختشون یکی است. حالا بریم سراغ صفحه نمایش که اندازه صفحه نمایش این گوشی 6.43 اینچ با رزولوشن فول اچ دی یعنی 1080x2400 و پنل هم از نوع AMOLED که روشنایی خیلی خوب و خیلی زیادی داره. کنتراست صفحه نمایش خیلی خوبه و رنگ مشکی رو خیلی عمیق و ترتمیز نشون میده. در مورد صفحه نمایش این گوشی میتونم بهتون بگم که صفحه نمایش خیلی خوبی هست و AMOLED بودنش یک نکته مثبت به حساب میاد. ظرفیت باتری این گوشی 5000 میلی‌آمپر ساعته که اگر استفاده نرمال و معمولی از گوشی داشته باشید تا یه روز و حتی یه روز و نصف هم براتون دووم میاره و آداپتوری هم که داخل جعبش هست 33 واتیه که گوشی رو تو 1 ساعت و 20 دقیقه فول شارژ میکنه. در مورد باتری این گوشی میتونم بهتون بگم که ظرفیتش کاملا قابل قبول و رضایت بخشه. حسگر اثر انگشتی این گوشی در لبه سمت راست دستگاه و روی دکمه پاور قرار گرفته شده که سرعت مناسبی داره، اما نسبت به گلکسی 22 5G که ویدیو بررسیش رو چند روز پیش گذاشتم سرعت کمتری داره. سیستم تشخیص چهره این گوشی هم سرعت خوبی داره و به محض اینکه صورت شما رو شناسایی میکنه قفل رو براتون سریعا باز میکنه. رسیدیم به سخت افزار که پردازنده این گوشی مدیاتک هلیو جی 95 12 نانومتری است که عمل کرده مناسبی داره. بعد از 1 ساعت بازی پابجی موبایل دمای گوشی در قسمت پشتی و بالایی یعنی نزدیک دوربین تا 43-45 درجه میره و قسمت پایینی هم 34 درجه. در مورد پردازنده این گوشی میتونم بهتون بگم که لگ آنچنان بالا و خیلی زیادی نداره، اما بعد از 1 ساعت یا 2 ساعت بازی کال آف دیوتی یا پابجی اینا یه مقدار لگ داره. این گوشی اندروید 11 و میوای 12 رو داره و در بعضی از کشورهای خارجی و اروپایی میوای 12.5 هم دریافت کرده که همون رابط کاربری همیشگی شیائومی با کلی قابلیت خفن و جذاب. اما بریم سراغ اسپیکر که اسپیکرها این گوشی استریو هستن و کیفیت خیلی خوبی هم دارن و این گوشی از جک 3.5 میلیمتری صدا هم پشتیبانی میکنه. رسیدیم به آخرین بخش یعنی دوربین ها که سنسور لنز اصلی این گوشی 64 مگاپیکسل اولترا واید، 8 مگاپیکسل ماکرو، 2 مگاپیکسل و تشخیص عمق هم 2 مگاپیکسل. عکسایی که در نور روز با دوربین اصلی این گوشی در بهترین شرایط نوری ثبت میشن کیفیت واقعا خوبی دارن. شارپنس عکس خوبه، داینامیک رنج خوبه و دقت در ثبت رنگ ها و جزئیات هم به خوبی انجام میشه. اما سنسور 8 مگاپیکسلی اولترا واید این گوشی عکسای مناسبی رو ثبت میکنه و زاویه خوبی رو پوشش میده. درسته که کیفیت نسبت به سنسور لنز اصلی افت میکنه، اما همچنان میتونید عکسای قابل قبول و رضایت بخشی رو ثبت کنید. عکسای 2 مگاپیکسلی که با لنز ماکرو ثبت میشن کیفیت خیلی خوبی ندارن و رنگ ها زنده و پویا نیستن، اما میتونن جزئیات تقریبا مناسبی رو ثبت کنن. این گوشی قابلیت فیلم برداری 4K 30 فریم بر ثانیه و 1080 60 فریم بر ثانیه رو داره که واقعا خیلی خوبه و لرزشگیر الکترونیکی هم داره که باعث میشه فیلم های روون و با کیفیت خوبی رو ثبت کنید. لنز 13 مگاپیکسلی سلفی این گوشی در شرایط نوری خیلی خوب میتونه عکسای مناسبی رو ثبت کنه. ممنونم از وقتی که برای تماشای ویدیو گذاشتید. اگر این ویدیو رو پسندیدید حتما لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.